سلام میدم به شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری و ابراهیم آوخ در گفتگوی سیاسی این هفته تلویزیون برابری. سلام میکنم به شما علی جان و بینندگان تلویزیون برابری. 9 آذر 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشره، درست یک روز پس از سال روز قتل محمد جعفر پوینده، جامعه شناس و نویسنده و مترجم، ماموران وزارت اطلاعات حکومت اسلامی او رو ربودند و در 2 هفته بعدش جسدش رو در خیابانها رها کردند. او کتاب اعلامیه جهانی حقوق بشر رو ترجمه کرد و نام خودش رو با مسئله حقوق بشر و این اعلامیه در واقع ثبت کرد. در این حال سالگرد قتل‌های دست جمعی میشه گفت که بسیاری از روزنامه‌نگاران و نویسندگان و فعالان سیاسی از محمد جعفر پوینده تا محمد مختاری، داریوش فروهر، پروانه فروهر و بسیاران دیگری است، امیرعلایی و نویسندگان، بیش از 70 نویسنده و فعال سیاسی که ربوده شدند و جسدهاشون در خیابانها رها شد. در این شرایط کانونها و فعالان حقوق بشر در سراسر کشورهای جهان که در تبعید و در مهاجرت به سر میبرند این روز رو برای فریاد کردن این جراحی حقوق انسانی در ایران تظاهراتهایی رو برگزار میکنن. آکسیونهای در لندن، پاریس، برلین، استکهلم، هانوفر، ونکوور و شهرهای دیگر برقراره. شما در این رابطه چگونه فکر میکنید؟ بله، همونطور که اشاره کردیم پس از 72 سال که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر میگذره که در واقع به بهانه 10 دسامبر روز جهانی حقوق بشر تمام نیروهای آزادیخواه جهان تلاش میکنن که مسئله حقوق بشر رو دوباره مسئله روز بکنن و تلاش میکنن، مبارزه میکنن برای احقاق حقوق مردم. در این رابطه به درستی اشاره کردی، همزمانی این مسئله با اون چیزی که ما بهش میگیم قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای از نویسندگان و روشنفکران و یکی از نمونه‌های برجسته‌ای که در جامعه ما اتفاق افتاده، همچون قتل‌های تابستان 67، کشتار سال 60 و از آغاز حکومت جمهوری اسلامی تا به امروز. جامعه ما هیچ وقت مسئله حقوق بشر درش رعایت نشده. در دوران شاه به شکل دیگری مرتب حقوق بشر، علی‌رغم اینکه خودشون جز امضا کنندگان این اعلامیه بودن، حقوق بشر نقض میکردن، آزادی سیاسی در جامعه وجود نداشت، آزادی مطبوعات وجود نداشت، آزادی بیان و اندیشه و قلم وجود نداشت و روشنفکرانشون همیشه در زندان بود. در جمهوری اسلامی به مراتب بدتر از اون، از همه روز اولی که جمهوری اسلامی اومد اصلا وجود ایدئولوژی اسلامی در تضاد کامل، چون به هر حال اون مسئله و قول معروف پذیرش و حاکمیت یک ایدئولوژی بر جامعه اساسا مغایر به اصطلاح اصول اساسی حقوق بشر هست. از همون ابتدا بی خودم نبود که چوبه های دار رو اعدام کردن و فریاد زد خمینی که ما قلم ها رو میشکنیم. این خیلی روشن آگاه، چون هر حرکت آزادی خواهانه در مقابل تسلیم و تعبد هست و اینا حاکمیت تسلیم و تعبد بودن، بنابراین به هیچ عنوان نمیتونستن این مسئله را بپذیرن. بله، زنده یاد محمد جعفر پوینده، کسی بود که در واقع منشور جهانی حقوق بشر رو ترجمه کرد
هنوز هم به یاد اون همه جا پخش میشه، تکثیر میشه. در همین سال روز قتل‌های زنجیره‌ای و سال روز به اصطلاح روز جهانی حقوق بشر، باز من همه جا میبینم که با یاد محمد جعفر پویانده این مسئله پخش میشه، منتشر میشه و مردم هم آگاه میشن هم یادآوری میشن که در جامعه ما چی میگذره. همونطور که گفتم بعد از 72 سال وضعیت حقوق بشر در سطح جهانی روز به روز داره وخیمتر میشه، بهبودی حاصل نشده. از زمانی که از یک سال گذشته به ویژه که کرونا بیماری به اصطلاح کووید 19 اومد و جهان رو فرا گرفت، بهانه ای شد این مسئله در دست دولت ها که به طور وسیع تری بتونن آزادی های فردی و اجتماعی و اقتصادی رو توی محدود بکنن. شما الان در هر کشوری که نگاه میکنی با این مسئله روبرو هستی. در فرانسه که مهد به اصطلاح حقوق بشر هست، جایی که اعلامیه جهانی حقوق بشر امضا شد، جایی که مشهور شده به این نام، الان ببینیم که قوانینی دارن تلاش میکنن که تصویب برسونن که البته هنوز نتونستن، چون مبارزات مردمی، حضور مردم در خیابانها، دفاع از آزادی ها مانع شده تا کنون، که چی؟ که به تدریج در واقع آغاز دست و بال بستن مطبوعات، یعنی مطبوعات رو شروع کنن به اصطلاح یواش یواش دست و پاشون رو جمع کنن. که مثلا یکی از نمونه هاش این که وقتی که پلیس حمله میکنه خشونت به خرج میده، هیچ روزنامه حق نداره عکس این مثلا پلیس عکس این خشونت رو پخش میکنه. این خودش گویاست، یعنی محدودیت برای روزنامه و روزنامه‌نگارا و خبرنگارا که پای سوم دموکراسی میتونن باشن، که بدون اینا و بدون افشاگری و بدون حرکت این روزنامه ها جامعه در سکوت فرو خواهد رفت. یعنی ما هر جا نگاه میکنیم، مثلا تو آمریکا شما نگاه کنید، در اوج این مسئله کرونا درست در همین وقت میبینیم که با توجه به حاکمیت به اصطلاح ترامپ چه فجایعی در رابطه با کشتن اون چیز به وجود میاد و قیامت اون شورش عظیم سیاهان و مردم آمریکا، اونایی که همبسته هستن، همراه هستن، همگام هستن با اونا، و دیدیم که برای حفاظ حقوق خودشون چه تلاشایی دارن میکنن. یعنی الان در وضعیتی ما قرار داریم که دنیا از یک طرف در تلاشه که به حق خودش برسه، از طرف دیگه حاکمیت سرمایه جهانی به طور گسترده در همه جا مسئله میره به سمت نقص حقوق بشر. حقوق بشر پایه‌های به اصطلاح اساسیشو فکر نمی‌کنم کسی بخواد مخالفتی بکنه، کسی مخالفتی نداره، بلکه به ویژه کسانی که خواهان آزادی برابری هستن روی این مسائل، روی این گفتم مسئله من اعلامیه جهانی حقوق بشر نیست، اون جای خودش داره، مسئله حقوق انسانی، حقوق گسترده به اصطلاح بشر هست، چه از نظر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی. شما نگاه کنید دولت‌ها در یک توازن قدرت مشخصی، در یک توازن قوای ویژه‌ای بعد از جنگ جهانی دوم این بیانیه رو امضا کردن. این بیانیه خیلی ناکافیه، این بیانیه خیلی از مسائل رو حل نمی‌کنه. به عنوان برای نمونه مثلا فرض کنید از یک طرف اگر اون زمان رو در نظر بگیریم که یک پا شرق یک پا غرب، جایی که به اصطلاح بخش‌هایی از به اصطلاح مسئله حقوق بشر و مسئله آزادی ها و تا حدی آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی فلان، تا حدی آزادی سیاسی وجود داشت، از طرف دیگه فقر و بدبختی و خیابان خوابی در کنارش وجود داشت. از طرف دیگه در اون طرف در شهر اگر به قول معروف مسئله نان مشکل جدی مردم نبود، مسئله آزادی حذف شده بود. خود این مسئله نشون میده که اون قضیه به اندازه کافی بیان نمیکنه
حقوق بشر را. حقوق بشر از دو بازوی نان و آزادی، کار و آزادی، برابری و آزادی، هر دو وجه هست که باید با قول معروف بتونه پا بگیره. برای نمونه مثال کوچولی برات بزنم، خود بهتر از من میدونی. شما نگاه کن، فرض کن پدر من، پدر بزرگ من، خب آزادی مسافرت داشته باشن و داشتن سالها، ولی علارغم این که آزادی مسافرت داشتن ممنوع الخروج بودن. چرا ممنوع الخروج؟ چون پول مسافرت به خارج نداشتن. یعنی این نیست که به اصطلاح تو صرفاً بگی آزادی مسافرت، آزادی مسافرت آزادی رفتن به مسافرت هم میخواد دیگه، یعنی باید امکان هم داشته باشه که بتونی بری مسافرت. اینجاست که من تاکید میکنم آزادی انتخاب آزادی امکان نیست، باید امکان نیست. سطح قضیه رو باید دید. مثلا این نیست که ما در هر شرایطی باید از آزادی مسافرت و از هر آزادی با قول مردمی دفاع بکنیم، تلاش کنیم، مبارزه کنیم براش. این نیست که بخوام بگم که مثلا بذاریم برای روز مبادا، برای که روزی که سوسیالیسم متحقق بشه اون موقع همه آزادی ها در همه سطوح برقرار بشه. نه، از همین امروز، از به بسم الله شروع میکنیم، حرکت آغاز میکنیم. البته آغاز شده است، بشر در طول سالیان طولانی است که در این مسئله داره میجنگه، مبارزه میکنه. بخاطر میگه اونجا مثلا میگه که تمام افراد بشر آزادن از لحاظ حیثیت و کرامت و حقوق با هم برابرن، این آرمان مشترک جهان شموله، نمیشه در واقع به نژاد و ملیت و اینها بستگی نداره. همه سرزمین هایی که مردم ها زندگی میکنن این آزادی و برابری به لحاظ حیثیت و کرامتشون باید حفظ بشه و آزاد باشن که در واقع در عدالت و صلح و آزادی زندگی بکنن. برای آن چیزی که هست، خب به قول شما مسئله مالکیت خصوصی و اینهاست که تا حد زیادی خب مورد نقد مارکسیست ها و جریانات در واقع چپه، ولی آن چیزی که هست اینه که به قول شما ما توی جامعه الان داریم زندگی میکنیم، در جامعه بین‌المللی خصوصا با تعرض ترامپیزم و جریانات نئوفاشیست از یه ور، جریانات اسلامی نئوفاشیست نظیر جمهوری اسلامی، نظیر داعش و النصره و امثال هم، جریاناتی که حکومت اسلامی رو در جاهای مختلف سازمان دادن، بعد نیروی سنتی که در واقع حذف کردن حقوق اجتماعی و از اون برم به قول شما نیروی نئولیبرالی که در اروپا است، حالا رئیس جمهور فرانسه است که با ارائه طرح محدود کردن آزادی مطبوعات و آزادی در واقع انعکاس خشونت پلیسی میخواد در واقع ممانعت های زیادی ایجاد کنه، و این موقعیت کرونایی که فاصله های اجتماعی رو به گونه‌ای سازمان داده که تحکیم این فاصله ها همه چیز رو در واقع آزادی رو کامل زیر خواهد برد. همین که اشاره کردید، اینا نه تنها در جوامع خودشون این مسئله رو الان در سراسر جهان در این مسئله جدی میشه، مسئله کاری که اینا دارن میکنن در واقع نقض میکنن آزادی های فردی و اجتماعی رو. شما نگاه کن، در طول همین سالها از جنگ جهانی دوم، از زمانی که اعلامیه تصویب شد تا حالا، همون کسانی که امضا کردن به عنوان دفاع از حقوق بشر، چه جنایت های وحشتناکی که اینا نکردن، لشکرکشی کردن، کشوری را به کشور کشورهایی را به روز سیاه نشاندن تحت عنوان دفاع از حقوق بشر. کاری که در افغانستان کردن گویای خیلی از واقعیت هاست. در سوریه آنچه کردن ما داریم میبینیم صحنه های سوریه را. تا به کی مردم سوریه میتونن؟ درسته که یک حاکمیت جنایتکار مثل اسد که همچون جمهوری اسلامی حقوق بشر رو اصلا معنی نداشت برش، اینهایی هم که حمله کردن نه تنها از زاویه حقوق بشر بلکه زیر پرچم دفاع از حقوق بشر رفتن و کاری کردن که در واقع هر دو طرف همسنگ هم میتونیم ارزیابی بکنیم جنایاتی که صورت گرفت. اینها هم داعش رو به جنون رو انداختن، بمباران های پی در پی مردم رو به قول خونه خراب کردن، غیر نظامیان
بسیاری که توی این وسط نابود شدن، بخش وسیعی از مردم که آواره شدن، تو چادرها دارن زندگی میکنن، در مرزهای این کشور یا اون کشور دارن زندگی میکنن، چه بسیار نیروهای عظیم پناهنده. اینا از کجا میان؟ چرا این نیروی وسیع پناهنده همش این ورور در سطح جهانی میچرخه؟ برای چی؟ برای که به اصطلاح در مناطق زندگی میکنن که یا جنگ یا بمبارانه یا حقوق بشر به طور باقید بنیانی اونجا اصلا وجود نداره. همین مسئله پناهنده ها خودش گویا خیلی بعد از این 72 سال کوچکترین چیزی حل نشده بلکه بدتر شده. علتش هم خیلی روشنه به نظر من، همون چی گفتم، اون دو بازویی که باید به اصطلاح همسنگ بشه که بتونه حقوق جهان شمول بشر رو به قول معروف تامین بکنه، هنوز به مرحله نرسیده. برای این کار باید بجنگیم، همونطور که عرض کردم باید مبارزه بکنیم هر روز و هر ساعت. در این رابطه هیچ تردیدی نداریم، مخصوصا در این وضعیت فعلی که اشاره کردم، که خودتون هم اشاره کردی که کرونا، به بهانه کرونا دارن حتی تا آنجا که دبیر کل سازمان ملل هم صداش در این مسئله در اومده و میگه که بحران کرونا یعنی همگیری کرونا یک بحران بشری است، در حال تبدیل شدن به بحران حقوق بشره با توجه به نابرابری های ساختاری که وجود داره و که خود این نابرابری ساختاری مانع دسترسی به اصطلاح مردم به بهداشت و تجهیزات لازم برای مقابله با مریضی میشه. یعنی کرونایی که میاد که ظاهرا نمیشناسه با قول معروف رئیس و مرعوسو، ولی وقتی که میاد میزنه به جامعه معلوم است که کشتار میکنه. در جامعه آمریکا وقتی که میاد خانه به دوشان خیابانگردها اونها هست که به اصطلاح از وضعیت بی بهداشت و بی درمان و بی بیمه اونطوری نابود میشن و آمار کشته ها به بالای 250,000 نزدیک 300,000 نفر میرسه. در ایران خودمون میبینیم وقتی که کرونا میاد، حالا با توجه به آمار ایران که خودشون میگن باید، همه میگن باید چند را کرد، خودشون میگن حدود بیش از 40,000 تا، ولی خب میگن خودشون میگن 3 برابر تا 5 برابر کنید، بیا حساب بکن کی هستن. وقتی که فلان به اصطلاح سرمایه‌دار یا فلان مسئول حکومتی کوچکترین چیزی براش بشه تا اونجایی که امکان داشته باشه امکانات بهداشتی و درمانی و همه چی در اختیارش قرار میگیره، اونو حساب بکن با توده عظیم مردم که وقتی میخواد برن بیمارستان حتی دستگاه اکسیژن رو خودشون با خودشون ببرن که از کجا تهیه میکنه. فاجعه است این مسئله. یعنی خود این نشون داد که این دولت ها، دولت های به اصطلاح نئولیبرال، دولت های سرمایه داری به هیچ عنوان قادر به حل مسئله مردم نیستن. یعنی اون چیزی که میگن که همه در برابر قانون مساوین و هیچ و حق دارن به هیچ تبعیضی از حمایت یکسان قانون برخوردار بشن، یعنی اگر این کار بشه و همه حق دارن در مقابل هر تبعیضی که ناقص اعلامی حقوق بشر باشه و از حقوق یکسان برخوردار بشن، این نه فقط توی حقوق بین الملل در واقع رعایت نمیشه، حقوق دولت های بزرگ در مقابل دولت های کوچک، همین تحریم ها و همین فشارهای اقتصادی بر دیگران و همین هم امکان امپراتوری ایالات متحده که هر جای جهان رو میتونه بمباران کنه، محاصره کنه، هما در واقع پیش ببره، از این بر در درونم در تک تک این کشورها ما شاهدیم که این یکسان بودن قانون برای همه بیشتر یک در واقع یک طنز تلخ شبیه طنز تلخی که تا حد زیادی ما رو به این میرسونه که واقعا برای حتی اجرای همین قانون اعلامی حقوق بشر هم ما به یک انقلاب اجتماعی در سطح جهانی در سطح همه کشورها نیاز داریم و که سرمایه رو که در واقع الان به صورت حکومت یک درصدی هاست باید واژگون کرد تا این حقوق برابر، این جهان بدون تبعیض، این در واقع برابری زن و مرد، برابری نژادها، برابری مردمان و حق انتخاب بتونه به اجرا در بیاد.
یکی از پایه های حق مردم، حقوق مردم، استفاده از محیط زیست، استفاده از آب و هوا و اکسیژن هست. شما نگاه کن چه بلایی سر محیط زیست در آوردن، که همه کارشناسا از آن دارن که همین مسائل امثال مریضی های مثل کرونا و دیگر که میان ناشی از به اصطلاح برخوردی که با محیط زیست میشه، نابودی محیط زیست میشه. یک مثال ساده، خود اصلا کارشناسان جهانی سازمان ملل دارن میگن که آقا جان 10% مردم به اصطلاح سرمایه داران جهان، 10% ثروتمندترین مردم جهان، 2 برابر بیشتر از 50% مردم متوسط و فقیر جهان محیط زیست دارن نابود میکنن. یعنی نابودی محیط زیست توسط همونهایی هست که در سطح جهانی اینطوری چه به روز مردم آوردن، در به روز طبیعت هم اون فاجعه بسیار زیست محیطی هم اونا به وجود آوردن. گاز کربنی که اونا مصرف میکنه از طریق هواپیماهای شخصیشون و و و و نوشته حتما ملاحظه کردید دیگه که فاجعه است. اینها هستن که در واقع الان دارن جهان به نابودی میکشونن در تمامی عرصه‌ها. همونطور که اشاره کردید، برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به برابری، برای رسیدن به حقوق جهان شمول بشر به طور واقعی، باید برای هر تک تک اینا مبارزه کرد، مخصوصا در جامعه ما که از همون روز اول تا به امروز در جامعه اسلامی توی این سوالهایی گذاشته در رابطه با اعدام جز اولین کشورها بوده با توجه به جمعیتش، یعنی به نسبت جمعیت اولین کشور اعدام جهان بوده، اولین گسترده ترین شبکه شکنجه را تو ایران ما داریم میبینیم. حمله به آزادی مطبوعات از همون روز اول که قلمرو بشنی، از همون موقعی که به سلاح حمله کرد به مجلات و مطبوعات تا به امروز، ما مرتب روزنامه‌نگاران ما زندانه. کیوان صمیمی روزنامه‌نگار ملی مذهبی است، فقط به جرم شرکت در تظاهرات اول ماه مه که حمایت کرده از کارگران باید بره زندان. علی امینی انتشاراتیه، فقط به جرم اینکه دوست کانون نویسندگانه، نویسنده بودن که جرم نیست، جرمه تو ایران، البته تو ایران جرمه، کانون داشتن تو ایران جرمه. یعنی علی امینی کاری نکرده، منتها اینا باید بیاد بره زندان چون نشر داشته و دوست کانونیان بوده مثلا. یعنی شما میبینی ابعاد فاجعه، دانشجو میبینی، دانشجویان و طرفداران به اصطلاح جنبش کارگری میندازن زندان، بعد تو زندان مجددن پرونده براشون درست میکنن، در درون زندان باز اینا رو میبرن محاکمه میکنن، باز میبرن دادگاهی میکنن. موتور اعدامشون یک لحظه قطع نشده، برای قطع دست دارن سیستم جدید اختراع میکنن، در آوردن چشم. در... بله دقیقا. چرا؟ چون اینا جزء قوانین حکومتی خودشون، قوانین ایدئولوژیک حکومتی خودشون. اعدامشون اضافه کرد که همین از روز اول سرکوب زنان رو با همون روسری یا توسری شروع کردن و ممنوع کردن زنان برای کارهای بسیاری از کارها، و در اینها اینقدر ادامه پیدا کرده که زنانی که گل دادن برای روز زن یا اینکه روسریشون رو برداشتن به زندانهای طولانی تر از عمر خودشون، مثلا 20 ساله است، مثلا 24 سال بهش زندان دادن. زندانیان دختران زندانی، دختران و مادران زندانی هستند که برای برداشتن روسری در زندانن، و نشون میده که فقط نه فقط اونا، ملیت ها، فعالان خلق عرب، فعالان فرهنگی خلق عرب یا خلق کرد یا خلق ما میبینیم در زندانن فقط به جرم این که کارهای فرهنگی کردن، یعنی شعری خواندن به عربی یا به بلوچ یا کرد، همه رو به جرم تجزیه طلبی، به جرم
در واقع جرمهای ناکردهی که به خود بیشتر حکومت در واقع هست دادن. ولی این نشون میده که کل این قضیه، مثلا شما از نسیم ستودن گفتین آزاد نشده در شرایط کرونا، اینا رو انداختن باز زندان، مجددا زندانش کردن، و این نشون میده که در واقع همچنان این شمشیر اسلام علیه در واقع حقوق انسانی میشه گفت که بالاست. همونطور که گفتیم فاجعه حقوق بشر است تو ایران، نه که مثلا نقض حقوق بشر. اشاره کردید به همه این مطالب. عرض کنم که ما تو این سالهای گذشته، تو این به اصطلاح سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی، عرض کردم که اعدام یک لحظه قطع نشده. هنوز هم ما داریم میبینیم. شما نگاه کنید جنبش آبان صورت به اصطلاح اتفاق میفته، کشتار وحشتناک میکنن بدون کوچکترین ملاحظه، کشتار خیابانی که تعداد کشتار هنوز که هنوز مشخص نیست. آمار 1500 هست ولی معلوم نیست دقیقا همینقدر یا بسیار بیشتره. دستگیری گسترده درست مثل حکومت پینوشه، بین 7000 تا 10000 نفر رو به زندان میندازن و ادامه داره، نه اینکه قطع بخوان یک لحظه قطع بشه. اگر حکومت های دیکتاتوری در اینجا و اونجا یه دوره دستگیری ها انجام میدن بعد مسئله تعادلی به اسلام میرسونن، اینا همواره خودش جامعه رو در بحران اینطوری نگه داشتن. جامعه هم بحران زده است، خودش رو بحران زده است. و مسئله دستگیری زنان، خوشبختانه زنان ما، جنبش زنان ما یک لحظه علارغم تمام این مسائلی که اشاره کردیم، با تمام این زندان‌های به اصطلاح طولانی مدت، تمام این شکنجه‌ها و فضاحت‌هایی که این حاکمیت به وجود میاره، یک لحظه قطع نشده. زنان کوتاه نمی‌دن، آنچنان مبارزه کردن که امروز در درون خود حاکمیت هم هست که حتی آدمی مثل احمدی نژاد دارن در میان میگن که آره ما نباید رو مسئله حجاب تکیه بکنیم. خود مثلا درون حاکمیت الان دیگه اونقدر فشار برش زیاده که میگه به ضد خودش بدل شده مسئله حجاب و ما باید روی مسئله کوتاه بیاییم. حتی بعضیشون در میان الان تازه در اومدن بعد از این سالها که از نظر شرعی هم به اصطلاح مسئله نبوده، هیچ وقت دستور به اصطلاح اینچینی ما جایی نداشتیم. یعنی این نشون میده که حرکت سنگین جامعه نشون میده، حرکت سنگین زنان علیه حاکمیت نشون میده، حرکت جنبش کارگری، جنبش ملیت ها، همه اینا نشون میده که حاکمیت جاهایی مجبوره که عقب نشین. درن مردم آغاز پس زدن حاکمیت هستن، تو این مرحله هستن. به همین دلیل که رژیم دست به آدم ربایی میزنه. چندین نفر تو همین یک سال اخیر، حالا اونهایی که طبعا کسانی بودن که دچار توهماتی بودن نسبت به این حاکمیت یا جناهایی از حاکمیت یا به اصطلاح توهم داشتن که مثلا کسانی تو این حاکمیت هستن که با اینا میخوان هرچی، ولی به هر دست به آدم ربایی زده که خود این یک پایه دیگری از نقص حقوق بشر هست، که درست مثل سایر ترورهایی که در خارج کشور انجام میداد. به بعد کشیده افرادی رو در ما درون زندانها و بعد هم با صدور حکم اعدام اینا رو بخواد چیکار کنه؟ نابود بکنه. یعنی در واقع اینا بود تروره. روح الازم محکوم به اعدام میکنه، علی رغم که موافق یا مخالف روح الازم بوده باشیم. کاری به گذشتهش ندارم، چی هست اینا کار ندارم، ولی حق حیات انسان ها رو باید دفاع بکنیم. ما مبارزه میکنیم که حتی آدم های که در با رژیم همکاری کردن حق حیاتشون گرفته نشه. با اعدام به هر شکل صورتی مخالفت میکنیم، مبارزه میکنیم. خوشبختانه سازمان ما یکی از سازمان هایی هست که از همون سالهای اول مسئله لغو حکم اعدام در برنامه خودش قرار داده و اینو ما موظفیم که
مرتب این مسئله را دنبال بکنیم، تکرار بکنیم. مسئله زندان ها را هرگز فراموش نکنیم. همینطور که در دوران کرونا تو زندان نگه داشتن از یک طرف و بعد بیرون آمدن دوباره با کرونا برگردن به زندان از طرف دیگه نشون میده که در واقع آگاهانه نیرو فعال اجتماعی فعال سیاسی رو بخواد چکار کنه؟ بکشه بدون که بخواد مسئولیتی به عهده بگیره. ما باید در این به این بهانه‌ای به اصطلاح روز حقوق بشر راسخ‌تر از همیشه برای آزادی زندانیا، برای لغو اعدام و شکنجه، برای آزادی های بی قید شرط سیاسی، آزادی بیان، اندیشه، قلم بی حد و حصر مبارزه بی امان خودمون انجام بدیم. همینطور که گفتم آزادی بدون نان و نان بدون آزادی تحقق کامل پیدا نخواهد کرد. هرچند همینطور که عرض کردم ما در هر لحظه برای اینا باید مبارزه بکنیم و هیچ چیزی رو به فردا موکول نکنیم. بله، شما به درستی به چند تا محور درست اشاره کردید که خود مسئله این احتمال اعدام روح الله زم به عنوان یک مخالفی که ربوده شد، هم علیه این ترورهای حکومت اسلامی در جاهای مختلف و هم در رابطه با ربودن اینها و الان در واقع محاکمهای ناعادلانه و همراه با شکنجه و اعلام اعدامشون، ما باید در هر صورت از حق حیات اونها حمایت کنیم و به قول نام خود همین حقوق بشر هم که هر شخصی حق داره که از آزادی اندیشه و وجدان و دین بهره‌مند بشه و این حق مسلم آزادی تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد در هر صورتی هست، باید به صورت یک چیز امر خصوصی یا عمومی باید آزاد باشه، که متاسفانه در مورد بسیارانی که تغییر دین میدن به صورت مسیحی میشن یا بهایی ها به شکل بسیار بسیار وحشتناکی توی کشور ما در حال اجراست. سالها یا دهه هاست میشه گفت که علیه بهایی ها اقدامات وحشیانه و جنایتکارانه انجام میشه که ما به عنوان نیروی چپ و کمونیست باید 100% از آزادی عقیده اینها دفاع کنیم و علیه هر خشونتی که علیه بهاییان هم به واسطه ممنوعیت‌های تحصیلی و زندگی و بهره‌مندی از مواهب زندگی انسانی هست باید مقابله کنیم باش و در کنار اونها بیستیم، در کنار آزادی خواهی آزادی اونها باید بایستیم. در این حال در رابطه با زنان هم اون چیزی که هست باز یکی دیگه از موادش اینه که هر مرد و زن بالغی حق دارن به هیچ محدودیتی از حیث نژاد و ملیت یا دین با همدیگه زناشویی کنن و تشکیل خانواده بدن، که این خصوصا در ارتباط با بسیارانی که در نقاط شمال شرقی ایران هستن اینا و با افغانی ها در واقع با ایرانیان افغانی تبار در واقع میشه گفت ازدواج کردن، بچه های اونها رو به رسمیت نمیشناسن و در واقع بسیار فاقد شناسنامند هم در بلوچستان و هم در خراسان، و این نافی حق انسانی اونهاست که از مسائل اجتماعی در واقع بهره‌مند بشن. به این لحاظ یعنی هم این نظام اسلامی یک نظام شدیداً در واقع دین سالار و در واقع خشونت‌زاست علیه همه دیگر اندیشان و هم علیه زنانی که در واقع هست، و این به این لحاظ واقعا این روز جهانی حقوق بشر برای ما روزیه که در واقع برجسته کنیم تمام اون نقص حقوق بشر، حقوق انسانی رو در کشورمون، و هم تأکید کنیم برای این مبارزه‌ای که در این چهار دهه ما علیه این حکومت ضد انسانی. بله، همینطور که اشاره کردی در واقع ما وقتی که آزادی عقیده رو مطرح میکنیم، آزادی مذهب هم جز این قضیه هست. همینطور که درستی اشاره کردی، بهایان از روز اولی که این حکومت اومد، حالا به دلیل خرافاتی که تو جامعه ما وجود داشت در گذشته ها هم این مسائلی داشتن بهایی ها، ولی به هر صورت به ویژه پس از آمدن جمهوری اسلامی رسما از طرف حکومت زیر
مورد تجاوز و تعدی قرار گرفتن، اعدام شدن، زندگی هاشون برباد رفته، کسب هاشون تعطیل شده و همطور هر نوکیش مسیحی یا هر نوکیش یهودی یا هر مذهب دیگه. ما از تمام افراد با اندیشه و عقیده های مختلف هماهنگ دفاع میکنیم، یعنی برای ما فرق نمیکنه. همینطور که ما از مذهب دفاع میکنیم، از داشتن مذهب، نه از مذهب، از داشتن مذهب دفاع میکنیم، از ضد مذهب بودن هم چیه دفاع میکنیم. یعنی هم مذهب هم ضد مذهب هر دو باید آزاد باشن، هر عقیده هر مرامی باید از نظر ما آزاد باشه و بتونن تو جامعه خودشون رو نشون بدن. ما از این زاویه. از طرف دیگه همینطور که گفتی جا حاکمیت جمهوری اسلامی در این رابطه ها، در رابطه با به ویژه هموطنان افغانی ما یا همسایگان افغانی ما، اینا به شکل وحشتناک فاشیستی و راسیستی برخورد میکنن. یعنی انگار اونا یک چیز دیگری هستن حالا که اینا دارن. به هر حال من از تمام مسائلی که گفتی دفاع میکنیم در رابطه با مسئله حق هر کس باید آزاد باشه، اختیار داشته باشه که در هر کشوری در هر کجا که میخواد زندگی بکنه، حق زندگی کردن در هر گوشی از زمین. من خودم شخصا طرفدار جهان بدون مرز هستم. انسان ها موظف نیستن که در یک گوشه جهان حبس باشه. هر کس هر زمان هر اراده بکنه به هر کجا که بتونه زندگی بکنه باید بکنه. شرایط جهانی باید چنین بشه. حالا بس مفصله به این چیز ما نمی گنجه. نکته مهمی خصوصا با توجه به قول شما تو صحبتاتون گفتید مسئله جنگ و در واقع چیزهای محیط زیست و در واقع خوشسالی های گسترده که همش به خاطر استثمار وحشیانه طبیعت، برخورد بسیار ناهنجار با محیط زیست و حیوانات در واقع انجام شده، بسیارانی رو در واقع به مهاجرت های بزرگ دامن زده. ما الان با مسئله مواجهیم که جهان مهاجرت، جهان اجبار به تغییر محیط در واقع سکنا برای بسیارانی به یک امر عاجل تبدیل شده. بسیاران قادر نیستن، همین جنگ سوریه، جنگ عراق، جنگ لیبی، جنگ افغانستان و یمن، شما نگاه میکنید که چطور دولت‌های بزرگی که در واقع کنترل این جهان رو تا حد زیادی در دست دارن با تحمیل این جنگ‌های نابرابر به این کشورها بسیارانی رو در واقع مجبور به مهاجرت میکنن، به آوارگی میکنن، آوارگی‌های وحشتناکی که ما قربانیان بیشمارش رو در دریای مدیترانه و دریاهای بین اقیانوس آرام و اینها میبینیم که به طرف استرالیا هستن و نشان میده که واقعا ما با جهان وحشتناک پیچیده و نابرابری روبرویم که اولین قانون اعلامیه جهانی حقوق بشر رو که خودشون بسیارانی از اینها امضا کردن رو ناقص تمام حقوقی هن که در این اعلامیه هست و نشان میده که چقدر کار سختی برای تغییر این جهان داره. دقیقا اینطوری هست و برنار با امید جهانی بهتر. درود بر تو ابراهیم ناوخ عزیز و شما بینندگان عزیز تلویزیون برابری که به این گفتگو توجه کردید.